خب اما سراغ ورس بعد بیریم. دقیق بفرمایید دوستان. اکس رو خیلی جاها دیدیم. اکس چه مفهومی داره؟ اکس مفهوم خروج داره، همیشه مفهوم خارج هست. از جمله در کلمه اگزیت، چهارمین کلمه بشمارید، چهارمین کلمه خروج ها، در فرودگاه ها، در ترمینال ها میبینید اگزیت نوشته شده، به معنی خروج، در واقع در به خروج هست. خب اما معانی دیگه هم داره که من خدمتتون عرض میکنم. از جمله کلمه اول اکسپرس. اکسپرس دوستان، اکسپرس ما تو فارسی هم میبینیم، مثلا در بعضی اداره های پست یا کلا توی پست میگن اکسپرس پست، یا خیلی جاها دیدیم که مثلا میبینیم که میگن که این کار به صورت اکسپرس، اکسپرس باس مثلا. اکسپرس یعنی فوری هست، مثلا اکسپرس پست همون پست فوری، یا اکسپرس باس یعنی سرعت مثلا اتوبوس فوری، اتوبوسی که سریع و سیر هست. خب پس اکسپرس یعنی فوری هست، اما همین اکسپرس به معنی بیان کردن هم هست. اکسپرس بیان کردن. خب و اگر یک ایون با آخرش اضافه کنیم، دقت کنید اس آی به صورت ش تلفظ میشه در کلمه بعدی، اکسپرشن یعنی بیان یا اصطلاح. اکسپرشن پس اکسپرس بیان کردن، اکسپرشن اصطلاح. خب پس ببین از یک کلمه آشنا ما میتونستیم یک کلمه جدید یاد بگیریم، اکسپرسی که اکثرا میشناسیم، حالا کلمه معنی جدیدش رو هم یاد گرفتیم به معنی بیان کردن. مثلا میگم I express my opinion. opinion نظر، عقیده. I express my opinion یعنی من نظرم رو بیان میکنم. خب اما دوستان دقت کنید، ما در فارسی در هر زبانی در واقع یک سری کلمات هماهنگ داریم که اینها همیشه در کنار هم قرار میگیرن، جفت واژه هستن در واقع، مثل بیل و کلنگ، مثل گرد و خاک، اینها جفت واژه. عزیزم سلام، از همه شما دعوت میکنم به پیج اینستاگرام و همینطور کانال آموزشی تلگرام من وارد بشید. نکته جالب این هست که دوستان مطالبی رو که در این دو قرار میدم یکسان نیستن، یعنی شما میتونید مطالب آموزشی زبانهای مختلف رو در واقع در اینستاگرام و در کانال تلگرام من دنبال کنید، مطالبی که در واقع به صورت جدا هم من قرار میدم و یکسان و تکراری نیستن. اما عنوان هر دو اینها یکیه، یعنی هم اینستاگرام و هم تلگرام من علی کیانپور 1987 هست و به جز این دو هیچ پیج دیگه‌ای بنده دوستان ندارم، نه در اینستاگرام و نه در